شما از اینترنت چگونه استفاده میکنید؟ در اینترنت چی میکنید؟ اینترنت کجا است؟ به عنوان مثال اینترنت در کامپیوتر، موبایل و تبلتتان دارین. میتونین توسط اینترنت بازی کنین، موسیقی گوش کنین، دنبال صفحات خاص بگردین یا حتی فیلم تماشا کنین. در واقع اینترنت بزرگترین شبکه جهانی کامپیوتر است و در سراسر کره زمین وجود دارد. البته بجز از بعضی موارد استثنایی مثل قطب جنوب. اما چگونه همه چیز امکان داره؟ شاید یک خانه یک شبکه کوچک اینترنت بی سیم داشته باشین، اما این شبکه اصلا از طریق یک کیبل به اینترنت وصل است. معمولا خانه شما از طریق سیمی که در زمین دفن شده است به یک رشته سیمای زیاده از کیبل اینترنت وصل هستند که به اینترنت وصل میشن. همچنان میتونین با گوشی موبایل خود نیز به اینترنت وصل شوین و سپس سیگنال ها از طریق آنتن موبایل به گوشی موبایلتان فرستاده میشن و بعد از او به کیبل وصل میشن. در انگام استفاده از اینترنت، موبایل یا ابزار شما بخشی از شبکه اینترنت است. کیبل اینترنت در زمین شبکه را تشکیل میدن. این شبکه های کوچک با شبکه های بزرگتر و سپس در سراسر جهان به کمک سیم هایی که اطلاعات سریع ارسال می کنند وصل می شند. آیا با سرعت تقریبا 5 بار چرخش به دور زمین در هر ثانیه تعجب می کنید؟ زیرا این نور است و این کیبل های بزرگ اینترنت است که اطلاعات ارسال می کنند و معمولا به نام ترافیک اینترنت یاد می شند. آیا می توانید یک توت پنیر از طریق اینترنت ارسال کنیم؟ نه، به خاطر که اطلاعات دیجیتال فقط از طریق اینترنت ارسال میشن و از 1 و 0 تشکیل شدن. کمپیوترها و برنامه‌های کمپیوتری عددا و صفرا را ترجمه میکنن. اگه میخواین صفحات وبسایت رو بررسی کنین، پیام ارسال دریافت کنین، یک وبسایت ایجاد کنین یا یک وبلاگ نشر کنین، تصاویر بارگذاری کنین، بازی کنین، فیلم ببینین، با موسیقی گوش کنین و سایر موارد، باید سراغ اینترنت برید. در اینترنت میلیون ها کامپیوتر به نام سرور وجود دارند. در سرور چیزهای مانند وبسایت ها یا بازی های بزرگ وجود دارند. معمولا بسیاری از سرورها به مراکز دیتا های بزرگ وصل هستند. اما وجود یک سرور در خانه یا محل کار نیز امکان پذیر است. کامپیوترها و سرورهای بزرگ میتونند با یکدیگر صحبت کنند. اما آنها به زبان عادی مثل ما و شما، مثلا به زبان انگلیسی یا فارسی صحبت نمیکنند. در عوض آنها شماره و کد برای یکدیگر روان می کنند. خوبی موضوع ده است که یک کامپیوتر در سویدن می تانه مثلا یک کامپیوتر در ژاپن بشناسه. حتی اگر مردم به زبانهای گوناگون هم گپ بزنند. اگر بخواین یک وبسایت بررسی کنین، نوی سوال درباره کامپیوتر شما به یک سرور در اینترنت ارسال میشه که سرور به او جواب میده. جواب او را می تانین در هر کجای دنیا پیدا کنین. سپس وبسایت به کامپیوتر شما ارسال میشه و میتونین او را مشاهده کرده و روش کلیک کنین. خب چگونه یک وبسایت میتونه مکان مناسب در اینترنت پیدا کنه و به کامپیوتر ما برسه؟ این قسم کار میکنه که اول ببینیم که تمام ابزارهایی که به اینترنت وصل هستن مثل یک کامپیوتر، موبایل و سرورها آدرس های خاص خود دارن. درست مثل یک خانه است که ما و شما در زندگی میکنیم. این خانه آدرس خود داره که بتونیم در این آدرس نامه دریافت کنیم، افراد بتونن دیدن ما بیان. تمام وسایلی که به اینترنت وصل هستن نشانی خاص خود دارن. همچنان میتونیم بگوییم که آدرس های اینترنت مانند شماره تماس تلفن هستن. شماره درست به ترتیب باعث میشه که کامپیوتر و موبایل ها بتانن یکی دیگه خود در اینترنت پیدا کنن. این مانند یه چیزی است که با یک شماره تلفن شما دایر کنین و کسی با آدرس های آی پی یا شماره تلفنتان جواب بده. آیا یادتان است که کامپیوترهای موجود در اینترنت با شماره و کد صحبت میکنن؟ قبلا گفتیم آدرس کامپیوتری که به اینترنت متصل است میتونه به این شکل باشه. آدرس های شماره در اینترنت به نام آی پی یاد میشه. آدرس های آی پی کاملا طولانی هستند، بسیار دراز هستند. این آدرس ها میتونن نو رقمی هم باشن، مثلا 1 2 تا 6 4 6 6 3 و حالا میبینید که مثلا پیچیده تر میشه. درسته؟ نمیتونیم این رقم با شما بخونیم و حتی به یاد ما یا به خاطر ما بسپاریم. به همین دلیل کامپیوترها آدرس اعداد با حروف ترجمه میکنن. ما با عنوان افرادی که با کلمات و حروف سخن میگیم و نه با ارقام، اگر بالای یک لینک در یک آدرس وبسایت کلیک کنیم،
اولینک دقیقت با ما صحبت میکنه. کامپیوتر شما بعد از او بعد از کلک کردن با کمک رجیستری آدرس اینترنت با سروره که لازم است تماس میگیره، اما در واقع آدرس با مجموعه از اعداد و نقاط ترجمه میشه. آدرس ها در اینترنت میتونن کوتاه باشن، مانند iis.sc یا طولانی مثلا www.درخت دانش.org. با آدرس با حروف به جای اعداد نام دامین گفته میشه. ای سرور هستن که نام دامین دارن، نه کامپیوتر یا گوش تلفن یا کامپیوتر یا تابلت. حدود 250 میلیون نام دامین در تمام جهان وجود داره. به سخن دیگه، موارد باور نکردنی زیادی در اینترنت وجود داره. آدرس هایی که به SC ختم میشن مثلا به کشور سویدن ارتباط دارن. موجود 1.3 میلیون آدرس SC وجود داره. آدرس های دیگری نیز وجود داره که با دو حرف خاتمه پیدا میکنه که نشان میده دامین مربوط کدام کشور است. برای مثال وبسایت های دنمارکی به DK ختم میشن، در حالی که بسیاری از وبسایت ها در فنلند با FI و در نروژ با INFO. تمام کشورهای جهان کدنام های مشابه دارن که با آنها دامین سطح بالا گفته میشه. مخففه که دنتای آدرس اینترنتی مانند sc.dot دامین سطح بالا آمده، دامین سطح بالا نامیده میشه و بیش از 300 دامین مختلف سطح بالا در جهان وجود داره. اما نوع بیشتری از آدرس در شبکه موجود است. آیا آدرس های دیدین که دارای .net و aiden.com یا .org هستن؟ یا آدرس های هستن که نشان نمیتن سرور در کجای دنیا واقع شده، اما در هر کجا میتونیم کوه را پیدا کنیم؟ جزیره جدید A دارای سطح دامین سطح بالاست که به همان روش استفاده میشه، زیرا کلمه نیو در حال حاضر به دو زبان سویدنی و هالندی معنا میشه. اکنون به طور خلاصه میتونیم از اینترنت استفاده آسان بکنیم، به خاطر که سیستمی با آدرس وجود داره که بتونیم همیشه رو سیر در اینترنت تعقیب کنیم و چیزی را که میخواییم پیدا کنیم. اینترنت شبکه بزرگی است که بالای اینترنت و کامپیوتر است که امکان ارسال اطلاعات بین لوازم برای وسایل دستگاه ها فراهم میکنه، اما برخی از مسیرها میتونن از طریق هوا عبور کنن، یعنی بدون کیبل. از طریق اینترنت میتوانید اطلاعات ارسال و دریافت کنید. همه چیز توسط کامپیوترها از 1 و 0 به پیام، عکس، فیلم، موسیقی یا بازی ترجمه میشن. همه وسایل مانند کامپیوترها، سرورها، تبلت ها که به اینترنت وصل میشن از طریق آدرس IP و ثبت آدرس اینترنتی میتونیم شناساییشان کنیم. یک وبسایت دارای یک نام واقعی اصطلاحا نام دامین و آدرس IP است. دامین سطح بالای سویدنی SC نام داره. بیش از 300 دامین سطح بالا در جهان وجود داره که به یک کشور مرتبط هستند. دامین سطح بالای افغانستان .af نام داره. خب بفرمایید دیگه. حالا کمک درباره شبکه جهانی اینترنت معلومات پیدا کردین. ایران بدانین که 2.7 میلیارد نفر امروز از اینترنت در جهان استفاده میکنن. از اینترنت لذت ببرین.